لغمه گلوگیر. در گذشته مردم اعتقاد داشتند که لغمه حرام از گلوی مردان پاک و عارف پایین نمی رود و در گلو گیر می کند. امروز این عبارت به صورت ضرب المثل در آمده است و معنی مجازی و سیاسی آن مورد توجه است. برای مثال می گویند ایران لغمه گلوگیری است که هیچ کس نمی تواند آن را بخورد و هضم کند. داستان ضرب المثل. حارس محاسبی از بزرگان صوفیه بود. او 40 سال روز و شب پشت به دیوار و روی دوزانو می نشست. از او می پرسند چرا به خودت رنج می دهی؟ حارس می گوید چون در حضور خداوند هستم. روزی حارس نزد جنید بغدادی رفت. جنید برای او غذا آورد. وقتی حارس شروع به خوردن غذا کرد دست راستش کشیده شد، ولی با تلاش زیاد لقمه را در دهان گذاشت. لقمه در گلوی حارس گیر کرد تا اینکه ناچار شد لقمه را بیرون بیاورد. حارس از جنید پرسید این غذا را از کجا آوردی؟ جنید گفت این غذا را یکی از دوستان آورده است. حارس گفت خداوند اجازه نمی‌دهد که غذای حرام بخورم و از گلویم پایین نمی‌رود.